برای حداقل 20 قرن وقتی از نازایی حرف زده می شد، انگشت اتهام به سمت زنان بود. این می شد که زن و شوهری که صاحب فرزند نمی شدن یا طلاق می گرفتن و یا اینکه مرد ازدواج مجدد می کرد. سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز می خواهیم به بهونه سریال در انتهای شب در مورد تابویی به اسم قدرت جنسی مردان حرف بزنیم. در حال حاضر 60% مخاطبین این کانال مردان هستن. پس ازشون خواهش میکنم که کمی صبور و منعطف باشن تا در مورد این تاپیک بشه حرف زد و خانوم ها هم کمی از مشکلاتشون فاصله بگیرن تا بتونن صدای مردان رو بشنون. برای صحبت کردن از قدرت جنسی مردان از حاملگی شروع کردم، چون برای هر چیزی نیاز به معیاری برای اندازه‌گیری داریم. در زمانی که صحبت در مورد ارضای جنسی ممنوع بوده، تنها راه اندازه‌گیری اون تعداد کودکان بوده. پس ارضای زنان و حتی مردان خیلی مهم نبوده. این موضوع رو جمع ببندید با این حقیقت که خانواده ها برای بقای حرفه و زمیناشون به بچه نیاز داشتن. اون وقته که متوجه میشید چه باری داره نازایی. در عصر جدید اما در کنار این بار، مسئله ارضای جنسی و رضایت دو طرف برای اولین بار مطرح شد و این به این معنا بود که حتی کسایی که بچه هم داشتن میتونستن از روابطشون شکایت کنن. البته چقدر شبای جذابی داشتیم با هم. هر وقتم دلت خواست انتظار داری آدم کوه تستوسترون باشه. منتها اینجا موانعی جلو اومد. اول اینکه اهمیت رضایت شخصی تو خیلی از کشورها جدید بود و دوم که نسل جدید هنوز با باور قدیمی ها زندگی میکرد. به این معنا که ظاهر طرف مدرن بود، ولی وقتی در مورد نازایی یا عدم توانایی جنسیش حرف میومد میگرخید. محکم زدی تو دهن هرچی لغزخونه. من بچم نمیشه، من اجاقم کوره. اینجا بود که پای رسانه اومد وسط. اگر آثار ایرانی رو مرور کنید، خط داستانی مردان نازا بسیار کم رنگ و خط داستانی زنان با رضایت جنسی پایین تقریبا صفره. فیلمی مثل غزال به طور مستقیم با خط داستانی مرد نازا دست و پنجه نرم میکنه. تعجب نکن، تا این بچه هست جدا میخوام. من مشکل نه. و فیلم جامدران و سریال شهرزاد به این موضوع نزدیک میشن، ولی با ازدواج دوم مرد، زن اول به عنوان مقصر شناخته میشه. سریال در انتهای شب برای اولین بار از نارضایتی جنسی زنان میگه. ماهی مستقیماً به نارضایتی جنسی خودش و عدم توانایی بهنام اشاره میکنه. اینجاست که لازمه وارد ناخودآگاه بهنام بشیم. مردی 50 ساله با تفکر قدیمی ولی زندگی مدرن از طرف همسرش مورد حمله قرار میگیره. اونم چه حمله ای؟ به تنها نقطه ای که از نظر خیلی از مردا فرق مرد الکی از واقعیه. اینجاست که این جریان تو ذهن بهنام حک میشه. بهنام دو را بیشتر نداره. بره پیش تراپیست مثل سریال عفی تهران و مشکلش رو حل کنه، یا اینکه مثل مردای قدیمی با وارد کردن زن دیگه‌ای به زندگیش به زن اولش ثابت کنه که اشتباه میکرده. اینطور از شواهد پیداست که برای بهنام راه دوم جواب این مشکل بوده. پس اون قبول میکنه که با سارعی وارد رابطه بشه. اونم زمانی که هنوز فکرش درگیر ماهیه. یادتون باشه تمامی این تصمیمات در ناخودآگاه بهنام اتفاق افتاده و برای همینه که بعد از گذراندن یک شب اون پشیمون میشه و حتی اظهار میکنه که نمیخواد سریا مثل ماهی بشه. تو چشات یه چیزی خاموش شده. من نمیخوام از تو همین ماهی دیگه برای خودم بسازم. گفتن این جمله کلیدی رمزگشای این سیقه یک شب است. اگر ماهی ارضا نشده، از کجا معلوم سریا ارضا بشه؟ اینجاست که ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل میشه و بهنام رابطه رو تموم میکنه. هی مخاطبا، خوب گوش بدید. 40% نازایی‌ها از طرف زنان و 40% از طرف مردانه و
20% از دو طرف. با این مسیری که سریال در انتهای شب باز کرده، از این به بعد بیشتر در مورد ارضای جنسی و ناتوانی های جنسی خواهیم شنید. سهم ارضای مردان کجاست؟ مردان سال هاست که تو سینما ایران بعد از بی‌توجهی از طرف زناشون به همسر دوم و معشوق پناه آوردن. تنها چیزی که جاش خالیه یه مرد با شرافته که بیاد از مشکلات جنسیش بگه و خیانت نکنه. خانم آیدا پناهنده، دست به کار شو. منم دیگه همه زندگیم شد بچه. البته پدر بچه. آدم وقتی مادر میشه خیلی زندگیش فرق میکنه. بعد از زایمانم که دیگه همه عشقم شد آرمان. شما رابطه خارج از ازدواج دارین؟